ماشالله خیلی خوشگل شدی. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم، وظیفه‌مونه. نمیخوام حتی یه مشکلم بشنوم. همه چی مطابق میلتونه. من دارم میرم پیش بچه ها. چیز دیگه ای ازم میخواین؟ تعقیبش کنین. میخوام بفهمم کجا میره و چی کار میکنه. حتما این کارو میکنم. تو این فاصله خودتو آماده کن. اگه نتونیم با زبون خوش این قضیه رو حل کنیم، با روشای تو حلش میکنیم. ولی آقای محترم این درست نیست. من چندمین باره دارم بهتون زنگ میزنم، همش میگیم بعدن زنگ بزنین. خب من یه سوال خیلی ساده ازتون میپرسم، نمیفهمم چرا همش پاس میدیم به اون یکی. من فقط گزارش اون تحقیق تو روستای گلجه چنار رو میخوام، همش همین دیگه. اما شما اصلا همکاری نمی کنین آقا، من به این گزارش احتیاج دارم. باشه وصل کنیم به مدیرتون. باشه منتظرم. فهمیدم. باشه روزتون بخیر. من لیلا نیستم اگه این قضیه رو ول کنم. پسرم میخوای یه بار دیگه به برادرت زنگ بزن؟ شاید نتونست جایی پارک پیدا کنه، بگو همین بغلا یه جا پارک کنه، به عقل نمیرسیم. نه الان میاد. کمالم هنوز نیومده. راستی اون کجا مونده؟ شهرداری برای راه‌سازی خیابونو بسته، میانبارم نداره. الان میاد، نگران نباشین. زینب خوبی؟ آره، کاش هرچه زودتر تموم بشه. چیزی نمونده. 20 دقیقه دیگه زن و شوهر میشیم. دیر کردم، ببخشید. خدا رو شکر کمال اومد. ما هم 10 دقیقه است که رسیدیم. برو. امیدوارم خوشبخت بشین. ممنون. من میتونم با زینب خصوصی حرف بزنم؟ بله حتما. منم ببینم شفق کجا موند. فعلا با اجازتون. حسین بیا ما هم بریم. این مال تو. خیلی ممنون. خوبی؟ مگه میشه خوب باشم؟ آخ زینب، آخ. زندگی خیلی کوتاهه. مجبور نیستی با کسی که دوستش نداری ازدواج کنی. این کارو با خودت و هاکان نکن. داداش من نمیتونم این کارو بکنم.
احساساتی شدم. زینب، من با بابا و هاکان حرف میزنم. نه داداش، اصلا. ببین جون من، به کسی چیزی نگو باشه؟ من یکم نگران شدم. تموم شد رفت. ببین تموم شد. ببخشید مزاحم میشم، ولی مسئول اینجا گفت فقط عروس و داماد باید بمونن. خوش باش زینب، خوب باش. حاضری؟ شفق نیومد. تلفنی باش حرف زدم، نتونسته ماشین رو پارک کنه، رفته تو راه یه طرفه، راه هم بسته است، فکر کنم نمیتونه برسه. یعنی به عقد نمیرسه؟ نه، احتمالا نمیرسه. خانم محترم، متاسفانه مارکی که میخواین تو انبار نیست. اگه میخواین یه مارک دیگه بدین. نه، شما مارکی رو که من میخوام لطفا سفارش بدین. شمارم رو بهتون میدم، خونم هم به اینجا نزدیکه. باشه، زنگ میزنم. هنوز داره رنگ میخله. همینجوری ادامه بده. شما زینب سویدره، هاکان تاندورا رو به عنوان همسرتون قبول میکنین؟ بله. شما هاکان تاندورا، زینب سویدره رو به عنوان همسرتون قبول میکنین؟ نه. الو پسر، کجایی؟ دو ساعته نمیتونی یه ماشین رو پارک کنی؟ الو کمیسر، متاسفانه برادرت نمیتونه به عقد برسه. برای خدا رو شکر عقدم با پایان خوش تموم نمیشه، مگه نه؟ تو کی هستی؟ شفق کجاست؟ داداش من خوبم، نگرانم نباش. داداش کجایی؟ الان میام. کجا میای ها؟ نه واقعا میخوام بدونم کجا میای. تو الان این حرفا رو ول کن، گوش کن ببین چی میگم. البته اگه میخوای برادر تو صحیح و سالم ببینی. تو سگ عامر یاره؟ اگه یه بار دیگه بهم تون کنی، اون عقد به خاطر از دست دادن برادرت به هم میخوره. گوش کن، الان پیشنهاد عامر خانم
بهت میگم میری تو، به هیچ کس چیزی نمیگی و سر عقل میگی نه، بعدش میگی تازه فهمیدی که بچه از تو نیست و اینم به این راحتی نمیتونی تحمل کنی. اگه این کارو نکنم؟ خب مگه این کارو نکنی برادرت میمیره. من تاوان این کارو از اون بیشرف پس میگیرم، تاوانشو پس میگیرم. من هنوز نتونستم جوابمو بگیرم، انجام میدی یا نمیدی؟ قبوله. پس میتونی برادر تو ببینی. متاسفم، نمیتونم با زینب ازدواج کنم. چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کردی؟ متاسفم کمال. بچه از عامر. بابا خوبی؟ واسم فیلم بازی نکن. راجع به همه اینا با هم حرف زده بودی. منم تازه فهمیدم، متاسفم هاکان. تو این شرایط نمیشه، نمیتونم ازدواج کنم دیگه، حرفی نمونده کمال. هاکان بلش کن بره، بچه حق داره. بابام دیگه تا آخر عمرم منو نمیبخشه، تموم شد. آبرومون پیش همه رفت. بابا خوبی؟ خوبم. عروس فراری جمع میکنیم، سوار شو. کار تو بوداره؟ تو نداشتی؟ یاد بگیر به حرفم اعتماد کنی. وقتی گفتم این عقد نمیشه یعنی نمیشه. ازت متنفرم. بهتره بیشتر از این وانمود نکنی که چشم به راه اومدنم نبودی. سوار شو. دیگه به جز من جایی نداری که بری. زود باش.
خب آقای محترم، شما 3 سال پیش اونجا یه تحقیق انجام دادین، من دیدم خوندم. من فقط یه گزارش از اون تحقیق میخوام بخونمش، میخوام ببینم چه مشکلی پیش اومده. خانم محترم، اون تحقیق به نتیجه نرسید، برای همین گزارشی نیست که بتونیم بهتون بدیم. باشه، پس چرا اونجا تحقیق انجام دادین؟ حداقل اینو بهم بگین. چیز مهمی نبود، یکی از همین تحقیقات معمولی همیشه. ولی تا وقتی شما اینجوری رفتار میکنین من بیشتر اصرار میکنم. باشه، چه کمک کنین چه نکنین من میفهمم اونجا چرا بچه‌ها مریضن، میبینین. نتیجه؟ همون جوری که خواستین، نتونست چیزی بفهمین. از تحقیقات قبلی مدرکی چیزی مونده؟ نه آقا قادر، همون جوری که خواستین 3 سال پیش اصلا اجازه ندادیم هیچ گزارشی منتشر بشه. یه کمک کوچیک برای تحقیقات جدیدتون. ازتون ممنونیم. ببخشید خانم، با من بودی؟ بله، بفرمایید. تو تحقیقی که تو روستای گلچه چنار بود، منم یکی از کسایی بودم که شرکت داشتم. واقعا تحقیق نیمه تموم موند؟ بله، گزارش داشت تکمیل میشد. اول با بهانه های مختلف به تعویق افتاد، بعدش هم بدون اینکه منتشر بشه کنار گذاشته شد. اون دوستمون که مسئول پروژه بود از کار اخراج شد. یعنی شما هم چیزی نمیدونی؟ در واقع اونجوری نیست. این قضیه واقعا واسهتون مهمه؟ بله بله، البته. اگه اون گزارش رو واسهتون بیارم، به هم قول میدین که کمک کنین تا منتشر بشه و به مشکلاتش رسیدگی بشه؟ البته که قول میدم، بله حتما. باشه، فردا اون گزارش رو اینجا به دستتون میرسونم. باشه. میخوای تو بغلم ببرم تو؟ مسخره نکن. نمی کنم. حالا روزتو ببین، لباس عروس تنته. نتیجه هم نداشته باشه، به هر حال داریم از مراسم عروسی میایم. یه مراسم عقد با بودجه پایین. تموم شد. اونه؟ نه. تو میدونستی؟ آره. تو هم میدونستی؟ ازم قایم کردین. بابا، بابا من، تو گول اونو خوردی، هممونو بازی داد، آبرومونو پیش همه برد. من الان چجوری تو محله برگردم؟ چجوری تو صورت مردم نگاه کنم؟ ازم نمیپرسن چرا دختر تو سر سفره عقد ول کرد رفت؟ نمیپرسن؟ من همچین دختری ندارم. تموم شد. من از کارای زینب دفاع نمی کنم، ولی شما درموندش کردین. شما جایی نداشت که پناه ببره، نتونست فشارا رو تحمل کنه. بابا، با گفتن تموم شد زینب تموم نمیشه. من برادرشم. تا آخرش پشت زینب و خواهرزادمم. ولی اگه شما میخوای به خاطر کمک به خواهرم منو نادیده بگیری، سرت سلامت. تا وقتی منو ببخشی صبر میکنم.
لباستو در بیار، یکم راحت باش. پسرم به قدر کافی تو استرس بوده، با این همه هیجان پویرازو خفه کردی. میشه یه بارم قبلش به من فکر کنی؟ فکر میکنم. نذاشتم یکی از میلیون ها زن متأهل بدبختی باشی که به کم قانعن. حالا میتونی فرمول خوشبختی رو با کمک من پیدا کنی. اون فرمولو برای خودت استفاده کن. استفاده میکنم، جز اوکیا چیزی نمیخوام، همین که پیشم باشه کافیه. اوکیا دیگه نمیخوام اسمشو بشنوم. اما همیشه میشنم. من فقط تو رو میخوام، فقط تو رو میخوام، فرمول تو نمیخوام. من مثل این نمیشم، شبیه هیچ کس نمیشم. به خشونت علاقه داری؟ اگه نداشتم اینجا چه کار میکردم؟ دوستم داری یا نداری؟ نمیدونی، ولی من یه چیزی خوب میدونم. چیو؟ جنگو خیلی دوست داری. تو دوست نداری؟ من همه چیز تو رو دوست دارم، هر چیزی که مال توی دوست دارم، حتی تاریکی تو. ولی من پیروز این جنگ میشم عشق من، درسته؟ همه چیز با یه برنامه ریزی شروع شد. ولی این برنامه سر سفره وقت تموم میشه، میبینی؟ داداش، داداش خوبی؟ خوبم. همش تقصیر من بود. تو گفتی باش نگرد، اما من گوش ندادم. معذرت میخوام. ربطی به تو نداره. از اولش تقصیر خودم بود. شفا، فردا برو. اما داداش. اما اگر نداره، فردا میری. بلیط اتوبوستو گرفتم، میری پیش داینا، باشه؟ تو چی کار میکنی؟ من اوضاع رو سامون میدم، یه چاره پیدا میکنم. تو سوار اتوبوس میشی میری، نمیخوام نگرانت باشم. اوکیا خوش اومدی. اینا چی هم؟ تو عجب دختری هستی. اینا چیه؟ یکم درب و داغون شد. خوشت اومد؟ عاشقش شدم. خیلی قشنگ شده. خیلی قشنگه. اینجا رو خیلی قشنگ شده.
بازم چهار دیواری و خونه کردی. آره تمام روز مشغول اینا بودیم. آره خواستم اولین شاممونو تو خونمون با هم بخوری. وای دختر تو بهونه یه نفس کشیدنمی. قلبت، جیگرت، خواستار همه ی اعضای بدنت. معده رو عمرن نمیدم، به زور مال تو رو تحمل میکنم. باشه پس بیا تا سرد نشده بخوری. بیا دست درد نکنی که از پاکت در وردی گذاشتی. این چه حرفیه نوش جون؟ به سلامتی. به سلامتی. اوکیا هنوز تو اون خونه هست؟ بله قربان. نیم ساعت پیش کمال سویدره هم رفت. میخوان بیرونش کنم. تعقیب و ادامه بدم. برو بیرون. عامر خان خوبین؟ دکتر خبر کنم. لازم نیست، آتش بس تموم شد. اولین خون اونا ریختن. طبق قانون جنگ اون خونه اعلام جنگ علیه دشمنه. گفته همو مو به مو انجام بدیم. میخوام وقتی کمال سویدره نفسای آخرشو میکشه تماشاش کنم. چشم قربان. خوب شده؟ ببینم. خیلی قشنگه. واقعا؟ آره، کاش به جای وقت تلف کردن با آرد و برنج از این کارا بکنی. موقع تعریف کردنم تیکه میندازی؟ اصلا، 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 نکن، نکن. میخوای موهات یکم روشن بشن؟ اگه یه قطره به موهام بخوره میکنم تو این قوطی و درت میارم. اصلا نمیشه باهات شوخی کرد. چی شد حالا مگه؟ چی شد؟ اوکیا چی شد؟ ترسوندمت؟ مگه من دلم میاد اذیتت کنم؟ ولی من دلم میاد. باشه هر کاری میخوای بکن، برای همه چی مختاری. بازم همه یه امتیازه رو گرفتی. سلام. سلام. دیر اومدین، گفتم دیگه شاید نمیخواین بیاین. صبر کردم ساعت کاری تموم بشه. اینجا همه چیزو نوشته؟ بیشتر از اونی که میخوای. خیلی ممنونم. شما فقط قولتون رو فراموش نکنین. کاری کنین که کسایی که پشت این کارن مجازات بشن. قولم قوله. مطمئنی؟ بله قربان. لیلا خانم با خانومی که دیروز باهاش حرف زده بود ملاقات کرد. برگرد، فوری برگرد. از اینجا دور بزن.
منو نگاه، تو هم اون زن رو گمش نکن، حواستو جمع کن، باید هر طور شده بفهمی با لیلا عاجم‌زاده راجع به چی حرف زدن. چش قربان چش. بله بله خودم. واقعا عالیه. پس میشه من آدرسمو بهتون بدم شما یکی از کارمنداتونو بفرستی؟ الان همه سرویس کاران بیرونن، کسی نیست. شما خودتون میتونین بیاین بگیرین؟ باشه باشه ممنونم. چی شد؟ برای اتاق کوچیکه یه پشتی یه رنگ سفارش داده بودم، میرم اونو بگیرم. من میرم. نه نمیخواد، تو راه یکمم خوردنی میگیرم. منو که میشناسی، وقتی کار میکنم خسته میشم، وقتی هم خسته میشم گشنم میشه. باشه، خداحافظ. خداحافظ، به سلامت. الو کلوپاترا. الو آیهان. بگو کلوپاترام، دلیل زندگیم، عشق من، صبح عیدم، بگو عشقم. فهمیدم بچه های اون ده چرا مریض شدن. فهمیدی؟ چجوری فهمیدی؟ نتیجه تحقیقی که 3 سال پیش انجام شده رو خوندم. خب چی شده؟ الو الو کلوپاترا. کلوپاترا الو، تو کجایی الان؟ صدا قطع شد. من چیزم، تو دفترمم. باشه، وقتی اومدم رو در رو با هم حرف میزنیم. باشه باشه، منتظرم. مدال افتخارم، کلوپاترای من عزیزم، بیا. بفرما، آدم تو فرستادی تعقیبم کنه. باید چیزایی که تو اون گزارش نوشته فراموش کنی. به همین خیال باش، من دستتو رو میکنم. اجازه نمیدم. کسی از تو اجازه خواست؟ لطفاً کارایی نکنین که نتونین جوابشو پس بدین. اگه سکوت کنم نمیتونم جواب اون بچه‌ها رو بدم. تو میدونی با دفن کردن اون ضایعات رادیواکتیو چه جرم بزرگی رو مرتکب شدی؟ تو چطور تونستی جون اون آدما و بچه‌ها رو به خطر بندازی؟ این مسئله مربوط به 35 سال پیشه. ولی تأثیرش هنوز ادامه داره. بچه‌ها می‌خواستن از اون راه استفاده نکنن. اونجا اصرارکشی شده بود. کاملا مطمئن. بس دیگه، بیشتر از این به حرفات گوش نمیدم. وقتش رسیده تاوان گناه تو پس بده قادر کزرو. این کارو نکن. چجوری می‌خوای جلومو بگیری؟ اینجوری بازو؟ نه، اصلا فکرشم نمی‌کنم بلای سر شما بیارم. ولی باید چیزایی که تو این گزارش نوشته فراموش کنی. بردار بردار اون گزارش ها رو، همشون از بین ببر. ببین، درخواست میدم دوباره تحقیق شروع بشه. ازت شکایت میکنم، یعنی راه فرار نداری. انقدر وضعت خرابه که اون فامیلی هم نمیتونه نجاتت بده. کسافت. تمومش کنیم. Mm-hmm.
بودا برای تو سیما را اتصال میدین، گاز را منفجر میکنین، هر کاری میخواییم بکنین، ولی از یه راه طبیعی آتیش سوزی ایجاد میکنین. باشه، زود باشین. به سلامت کمال سایدره. رنگم کی آماده میشه؟ تا 10-15 دقیقه دیگه. آقای محترم شما به هم زنگ میزنین که رنگتون آماده است، حالا که آمده میگین 10-15 دقیقه دیگه آماده میشه؟ حاضر شد بالاخره؟ اجازه بدین از دوستان بپرسم. رنگی که خانم خواستن حاضره؟ کمالو ازت میگیرم. یادت رفته عامر کلز اغلو منطقه مین گذاری شده است، ولی مراقب رفتارات باش، چون وقتی پاتو برداری دیگه خیلی دیره. البته نه برای تو. آقای هان لیلا خانم اومد. پس چرا زودتر نمیگی آخه بسه؟ آخه الان اومد. باشه، تو باید آماده باشی زودتر بگی. کلوپاترا خوش اومدی، صفا آوردی. آی خدا رو شکر بالاخره اومدی، چشم برات موندیم. ساحل بد جوری ترافیک بود. لیلا بابا زب بسر آمبولانس. شما خوبین؟ آمبولانس خبر کن. لیلا چشماتو واکن عزیزم، چشماتو واکن لیلا، هیچی نمیشه. لیلا تحمل کن. لیلا تحمل کن عزیزم. لیلا تحمل کن. لیلا چشماتو واکن. لیلا ای وای. لیلا چشماتو واکن. لیلا من به آمبولانس سنگ زدم، دارم میان تو راه. ببین کلوپاترا، ببین آمبولانس داره میاد. تحمل کن عزیزم، تحمل کن عمرم، چشماتو باز کن، نجاتت میدم. صبر کن تحمل کن کلوپاترا من.
اوکیا وایسا، اوکیا وایسا. کمال، 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 کمال. آمر کوزیوغلو، الان وقتش نیست. عجل چه برسه، منتظر بهونه نمیمونه. الان وقتش نیست. زندگیمو نابود کردی. کمال، کمال پاشو، پاشو، خواهش میکنم کمال، کمال پاشو، خواهش میکنم کمال، بیا کمال، کمال خواهش میکنم. تاوانشو پس میگیم. کمال، کمال خواهش میکنم کمال، تحمل کن، ولم نکن، لطفا ولم نکن کمال، پاشو، پاشو، خواهش میکنم کمال، خواهش میکنم، خواهش میکنم، ولم نکن.